حکم سنگ زدن بر قبر چیست؟ همواره بر این باور هستیم که مردگان تا روز محشر زنده اند و بر اعمال و خیراتی که بر آنها فرستاده می شود آگاه هستند. از این رو زیارت قبور باعث شادی روح آنها می شود. اما این زیارت همراه با آدابی است که در این ویدیو به بخشی از آن می پردازیم. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. زیارت ائمه اطهار علیهم السلام و امامزادگان پیش از آن که برای نسل و قرون جدید دارای اهمیت باشد، پیش از ما نیز برای بزرگان، علما، نیاکانمان حائز مقام و اهمیت بوده است. در بین زیارات بقای متبرکه و حرمین شرفین، زیارت اهل قبور یکی آداب مستحبی است که بازماندگان به دیدار خانه ابدی اموات خود می روند و علاوه بر طلب مغفرت برای آنها و فرستادن صلوات بر روح پاکشان با آنها ساحتی همصحبتی می کنند. در بین شیعه و احادیثی که وجود دارد، یقین بر این است که مردگان زنده هستند و تا روز محشر بر اعمال و خیراتی که برای آنها فرستاده می شود آگاه هستند. از این رو زیارت قبور باعث شادی روح آنها می شود. زیارت قبور آدابی دارد که شخص زائر باید آنها را رعایت کند. 1. زائر باید پاک باشد. 2. زایر از ناحیه پای میت وارد شود، نه سرش. 3. هنگام زیارت رو بر روی میت باشد. 4. هرچه میتواند قرآن بخواند و مستحب است یاسین و توحید خواندن. 5. دعا کردن به میت رو به قبله. 6. هنگام قرائت قرآن رو به قبله بنشیند. 7. آب پاک روی قبر بپاشد. 8. برای اموات صدقه بدهد. 9. زائر پا برهنه باشد. 10. و قبر را لگد نکند. فضیلت زیارت قبور مؤمنان. در کامل الزیارات از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که فرمودند هر کس قادر بر زیارت ما نباشد، صالحان از دوستان و مواریان ما را زیارت کند تا ثواب زیارت ما برای او نوشته شود، و کسی که قادر بر صله و نیکی به ما نباشد و صالحان از مواریان ما نیکی کند تا ثواب نیکی به ما برایش نوشته شود. از یکی از یاران امام رضا علیه السلام، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری روایه شده است که آن حضرت فرمودند هر کس نزد قبر برادر مؤمن خود برود و دست بر روی قبر بگذارد و 7 مرتبه سوره انا انزلناه بخواند، در روز فزع اکبر، یعنی روز قیامت که روز ترس بزرگ است، ایمن خواهد بود. ظاهراً بعضی از روایات این است که همین ثواب برای صاحب قبر نیز خواهد بود. از روایاتی که در بحث کیفیت زیارت قبور مؤمنان خواهد آمد، به دست می آید که با خواندن بعضی از اذکار گناهان بسیاری از زائر و پدر و مادرش بخشوده می شود و نیز استفاده می شود که عذاب روز قیامت از انسان دور می شود. از بعضی از روایات به دست می آید که انسان با رفتن به زیارت قبر والدین خود می تواند بعضی از کمبودی ها را که از جهت عدم رعایت حقوق آنها در زمان حیاتشان از او حاصل شده جبران کند و حتی به هوایجش برسد، به این صورت که اول برای والدین استغفار کند و سپس حاجتش را از خداوند بطلبد.
زایر رو به قبله قرار بگیرد و دست روی قبر میگذارد، چنانچه از دو روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و محمد ابن احمد ابن یحیی به دست می آید. 7 مرتبه سوره انا انزلناه بخواند، چنانچه در روایت اشعری گذشت. در بعضی از روایات اشاره به سوره حمد نیز شده است و مناسب است در صورتی که توفیق رفیق او گردد از سوره های دیگر قرآن برای شادی روح آن میت مانند یاسین، ملک و واقعه استفاده کند. این دعا را بخواند: السلام على اهل الديار من مؤمنين والمسلمين انتم لنا فرتو و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. سلام بر اهل دیار، خانه ها از مؤمنین و مسلمانان، شما پیروان ما در این راه بودید و ما هم ان شاء الله به شما ملحق خواهیم شد. همان گونه که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، بگویید اللهم رب هذا ارواح الفانیه و اجساد البالیه و عظام النخره التي خرجت من دنیا و هی بک مؤمنتون، ادخل علیهم روحا منک و سلاما منی. خدایا ای پروردگار، این روانهای از دنیا رفته و پیکرهای پوسیده و استخوانهای متلاشی شده ای که از دنیا بیرون رفتند در حال ایمان به تو بفرست و استخوانهای متلاشی شده ای که از دنیا بیرون رفتند در حال ایمان به تو بفرست، بر آنها رحمت و آمرزشی از جانب خود و سلامی از من. خداوند ثواب بسیاری برای او و پدر و مادرش می نویسد. در روایات برای زیارت کردن قبر آدابی ذکر شده است. بعضی از این آداب به جهت احترام گذاشتن به مرده و گاه برای به وجود آوردن ارتباط بین آنهاست، به گونه ای که در بعضی از روایات آمده است: وقتی به قبرستان می روید یک قبر را مشخص نموده و به زیارت آن بروید. شخصی از امام موسی کاظم علیه السلام سوال کرد: مؤمنی که مرده باشد، آیا کسی که قبر او را زیارت می کند آگاه بدان است؟ امام فرمودند: بله، و تا زمانی که بر سر قبر اوست مرده با او مأنوس گشته و آرامش می یابد، و زمانی که بلند شده و از کنار قبر بلند می شود وحشت به درون قبر می رود. از دیگر عواملی که سبب به وجود آمدن ارتباط بین کسی که بالای قبر بوده و کسی که در درون قبر است می شود، دست گذاشتن بر روی قبر مرده است. راوی می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد قرار دادن دست بر روی قبر سوال کردم که این کار به چه معناست؟ امام فرمودند پیامبر اکرم این را برای پسرشان بعد از دفن انجام دادند. سپس از امام در مورد اینکه چگونه دست را بر روی قبر قرار دهیم سوال کردم. امام در پاسخ انگشت خود را به سوی زمین گرفتند و آن را بر روی زمین قرار داده و سپس بلند کردند. در روایتی از امام صادق علیه السلام پیرامون زیارت اهل قبور آمده است که چون در بین قبرها هستی 11 مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت کن و ثوابش را بر روح آنها هدیه نما، زیرا کسی که این عمل را به جای آورد خداوند به عدد همه مردگان ثواب و پاداش به او عنایت می فرماید. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.